آقا بعد مدت ها آفتاب از کدوم طرف در اومده رو نمیدونم، ولی پارت جدید و جذاب ترفندهای مخفی کالاف رو داریم و علی ریتور اینجاست با یه ویدیوی جذاب دیگه که قراره چیزایی رو بدونید که 98% پلیرا هیچی ازش نمیدونن و قراره از امروز تو بازی بهتر کنیم و سورپرایزشون کنیم. آقا حتما تا آخر ویدیو بهم بگید که چند تا از این هفت ترفند جذاب بلد بشید. اگه خیلی قدیمی و سامورایی باشید احتمالاً دو سه تاشو بلد بشید، ولی دیگه راستشو بگید دیگه، آخر ویدیو برام راستشو بنویسید که چند تاشو بلد بودی. اگه هیچم بلد نبودی که یه دمت گرم آخر ویدیو برام بنویس. سلام بچه ها، امیدوارم که حالتون عالی باشه، خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. من علی ریتورم و امروز قراره با هم دیگه بهتر کنیم با هفت تا ترفند بی‌نظیر و جزئیات خفنشون که هیچ کس ازش خبر نداره. 2% لیرا میدونن که معمولا همونا شما رو میکشن و خلاصه سرویستون میکنن، مثل پارتی قبلی که براتون گذاشتم و خیلی گفتیم که آقا حتما پارتی جدیدشو بساز. این سری هم هدف لایکاش 1000 تا بچه‌ها، و هر وقت که به محض اینکه به 1000 تا لایک برسه این ویدیو، پارتی جدیدشو بازم براتون تو کانال میذارم. دیگه بستگی به خودتون داره که یه روزه 1000 تا لایکش کنید یا یه ماه دیگه. همین الان پس یه لایک مولایی بکوپای ویدیو، یه علی جون قلب قرمز هم برام کامنت کن، یه جونی ازت بگیرم. دم همتون گرم. آقا بریم سراغ اولین نکته و ترفند جزایمون، دوره اسموکر بوم کلاس. کلاسی که خیلی دربارش صحبت کردیم و هر چند سیزن یه بار یه آپدیت ریزی بهش میدن. از سیزن 5 به بعد یه تغییر ریزی که تو این کلاس رخ داد چی بود؟ اون طرف مقابلت هر کلاسی که داشته باشه، اگر شما اون اسموکو فعالش بکنی، میتونی توی این اسموکی که زدی ببینیش. اما یه نکته خیلی مهم داره. اول اینکه اون چش قرمزی که پایین دیدی، بفهم که اون طرف هم داره تو رو میبینه و بعد خیلی حواست باشه که همینطوری وای نسی مثل ماسک تو رو بزنه. اون چش نشون میده که اون طرف هم کور نیست، تو رو داره میبینه. و خیلی مهمتر از اون اینکه حتی اگه هم تیمیت هم برات این کلاس رو بزنه، تو میتونی باز هم همه اینمیا رو وضوح کاملی ببینی. یعنی حواست باشه یه اگه اسکوادی بهت راش دادن، نگه اون یکی کلاس رو زدن یکی من نمیتونه ببینه. کلا اسکوادو اسموک دیدی فرار کن، مخصوصا اگر اون چشه توش بود و دیگه طرف کور نیستش. اینقدر چش داره تا رو میکشه، تو 2 ثانیه باید بری لابی و خدافظی کنی از بازی. نکته بعدی درباره کلاس دیفندره. آقا کلاس دیفندر از چند سیزن پیش دوتا شده، حواست باشه که نباید دوتاشو پشت سر هم بزنی، چون دومیش میسوزه. یعنی چی؟ حداقل زمانی که بین دوتا کلاس دیفندر شما باید وقت بذاری 3 ثانیه است. یه دونه کلاس رو میزنی میشموری 1001 1002 1003، بعد کلاس بعدی رو فعال میکنه که جفتش طرف رو کور کنه. در غیر این صورت طرف کور نمیشه. حالا تکنیک جذاب هم کنارش بهتون بگم بچه ها، روی کوه موها اینا دیگه طرف داره میاد سمتت، بکوب تو صورتش، برو از پشت بزنش. یعنی یک لذت میبری از بازی که اصلا نمیدونی، اصلا میتونی اسکولش کنی بری پشتش دوباره برگشت یه بار دیگه هم بزنی، اصلا حالو عشق و صفا کنی. این یاد باشه کلاس دیفندر خیلی کلاس خوب و قویه. یعنی بعد کسایی که میخوان حمله کنن یا دفاع کنن، در هر دو صورت جوابه. فقط حواست باشه که دو تاشو پشت سر هم فعال نکنی که هیچ فایده ای نداره. اما میخوام درباره FFAR صحبت کنم، اسلحه‌ای که سیزن پیش یعنی 1.5 ماه حدوداً براش گون مدیک هم اومده و از همون موقع ها یه سری چیزای عجیب هست که خیلی هنوز دربارش نمیدونن. قبل از اینکه نکته هاشو بگم، حتما بهم بگو که به نظر تو الان بهترین اسلحه اسالت بازی کدومه؟ اسلحه‌ای که مثلا اسلحه سنگ، یعنی اسنایپر اینا رو بذار کنار، شاتگان رو بذار کنار، از بین مثلا AK47 AK117 M13 M4 و اینا، یه اسلحه اسالت که بخوای انتخاب کنی کدومه؟ اسمشو حتما برام بنویسید، همه کامنت کنن، خیلی مهمه ها. جدا از همه اینا که همین الان برام نوشی، من خودم میگم M13 مثلا. اینا رو که نوشی بهت بگم که آقا این اسلحه جذاب ما برای فاصله های متوسط فوق العاده قوی عمل میکنه. یعنی شما اگر یه اتچمنت خوب چه الان بهتون میدم و براش بچینید، بین 6 ثانیه تا 1 ثانیه طول میکشه که طرفو بزنی لهش کنی و میری تو بازی کتلت میکنی میای بیرون. یعنی همینقدر جذاب. پس حواست باشه که این گانو رو زمین برداری، اگر نبود توی خودت تو لابی بچینی برای خودت این اتچمنت که دادم الانو، برو حالشو ببر. یعنی این اتچمنتو بچین صفا کن. دو تا اتچمنت من گذاشتم، هر کدوم که حال کردی رو بذار، هم تو مولتی هم بتل جواب بمونن. برای اونایی که اتچمنت بزنن دوست دارن، برن اسکرین شات بگیرن که این اتچمنتای خفن از دستن. اما نکته مهمش، آقا من خودم اینو تو تنظیمات خودم غیر فعال کردم که باخت ندم. برای اونایی که سامورایی و سوسکی بازی میکنن، میخوان لونرن، اسکوپای 4 رو 4 و 4 و 6 میدونین که وقتی زوم میکنی اونها هم فلش میزنه. بچه ها از چند سیزن پیش اسنایپرها بدبخت شدن. چرا؟ وقتی میخواستن اینجا بشینن همه رو بزنن، نور میومد میفهمیدی اسنایپر اونجاست. الان دیگه رو اسکوپا هم این جوابه، یعنی خیلی خیلی اسکوپا نور بیشتری میزنه و شما اگر که یه اسکوپ داشته باشی و روی نفر ایم بگیری،
اون نور میگیره فعال میشه و طرف تو رو میبینه. پس حواست باشه که این اسکوپا رو بهتره برنداری. خاصی برداری مردانه برو یه اسنایپ بردار طرفو بزن. این اسکوپا خیلی به درد نمیخوره. از همون ردات استفاده کنید، همون که خیلی خوشگل شیکه و اسکوپایی که زوم میشن ترجیحا برد ندارید. از تجربه بهتره فعالش کنید. ویدیوشم قبلا گذاشتم. یه کلاس جدید داشتیم داخل بازی که تقریبا به هیچ دردی نمیخورد. این کلاس یکی از ضعیف ترین کلاسای بازیه، ولی وقتی فعالش میکنی یه شوکی رو وارد میکنه که من واقعا پیشنهادش نمیکنم و اون خیلی شوکش کم شده، 50 60 دونه شده، اونم تو رنج خیلی پایینی که تازه نرف هم شده، ضعیف ترم شده. کلا این کلاس شاپو بر ندارین. اون کلاسی که تیر میزنه موشک میزنه خیلی این سیزن خوبه. اینو حالا دارم سوسکی بهتون میگم، خودم اونو استفاده میکنم قطعا این سیزن. و همین کلاس دیفندر که تکنیکش هم بهتون قبلتر گفتم. اما آریوس یه دونه براش اتچمنت آوردن، من گفتم چه اتچمنت خوبی. آقا نه تنها این اتچمنت کسی رو کور نمیکنه، بلکه فقط جنبه ظاهری داره. یه دونه چراغ قوه است میاد زیر گانت و هیچ فایده ای برات نداره. آریوس یکی از، حالا آریوس یا خیلی میگن روس، یکی از قوی ترین اسلحه های بازی. حواستون باشه که با این اتچمنت ضعیفش نکنید و کلا برش ندارید. یه چیز جذاب دیگه بهتون بگم درباره لوت باکس های اضافی که توی نیو ویژن سیتی اومده. اگه این اتاق رو فعالش بکنید، سه تا باکس لژندری این وسط هست که یه دونه آرمور اپیک دیلیستای توشه، یعنی خیلی خوبه، تیر توشه، گان توشه. و حتما حتما اگه اومدید اینجا بیاید اینو فعالش کنید که خیلی لوتای خوبی بهتون میده و کلا صفاسیتیه دیگه. با یاراتون تو بیاید اینجا لوتو بزنی، بری همه رو پاره کنی و بهتر کنی. اما جدا از این هفت تا ترفند خفن و جذابمون، دو تا سوپر ترفندم گذاشتم برای اونایی که تا آخر ویدیو همراه منن و میدونن که همیشه یه سورپرایز خفن و یه حال عجیب غریب دارم برای اونایی که تا آخر ویدیو میبینن. کامنت بزنن، لایک کنن، اونا دیگه جاشون خیلی بالا و معمولا اسمشون هم میپرسم که حواسم بهشون باشه. اول اینکه همین الان که تا اینجا ویدیو دیدی یه دونه ریلکس و قلب سفید برام بذار. سفیدو تازه آوردم تو بازار، داغ داغ، میخوام ببینم کیا حواسشون هست نه شانسی اول ویدیو قلب زرد اینا بزنن. خواستم جایزه بدم، حواستون بهتون باشه. یه ریلکس و قلب سفید بذار، اسمتم بنویس مثلا ریلکس قلب سفید امیر. میدونم که خیلیتون هر سری دارید مینویسید، حواسن هستونه که چند بار مینویسن بیشتر یادم میمونه دیگه. دم همتون گرم. بریم سراغ دو تا ترفند عجیب غریبمون. اول اینکه میدونید فینیشر فعال شده، اسسمنت بیسیک انزیمات، برید فعالش کنید که چی میشه. شما وقتی میری پشت بازیکن میتونی فعالش کنی، یعنی میاد روی صفحه که بتونی روش فینیشر بزنی یا همون اکسکیوشن اگر اشتباه نکنم، که از جلو و از بغل فعال نیستش. بچا وقتی یه نفر تو بازی ببینید، چه توی مولتی توی بتل رویال، از این ساید یعنی جنوب غربی و جنوب شرقی و جنوبش میتونی بهش حمله کنی. خیلی دیگه جغرافی تورش کردم و بگه داش بیا اینجا ببینم، تق میزنه تو کلش، مغزش میاد پایین. این تنظیماتو اگر فعال کنی، هر سری که پشت یه نفر باشی، حتی وقتی که ناک شده میتونی روش فینیشر بزنی و خیلی بچه حال میده. یعنی شما دو سه بار تو بازی بزنی دیگه اصلا ولش نمیکنی، یعنی ترفند خیلی جذاب. از نایف کردن و نیت کردن اینا خیلی الان بیشتر حال میده بهتون، حتما تستش کنید. اما اگه دیدی یه نفر داره فرار میکنه، اینجاست که دیگه اینو نمیدونی. اگه دیدی یه نفر داره فرار میکنه، یه کلاس که سرعت داره برمیداری، میای پشتش، طرف دیگه میاد میگی داش کجا با این عجله، بیا اینجا ببینم چه پسری. به به، میزنه تو مغزش، مغزش رو میپاشه رو زمین. اینو حتما استفاده کنید. از تنظیمات که بهتون نشون دادم به اسکرین شات بگیرید، فعالش کنید و بهتر کنید. دمت گرم که تا آخر ویدیو همراه هم بودی. امیدوارم که بری اینا رو استفاده کنی و بهتر کنی. و تا یه ویدیو خفن دیگه، گود بای.